سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در آینده پیش رو توجه ها رو به خودش جلب خواهد کرد، خیلی ها با دقت نگاه میکنن ببینن چه خروجی میتونه داشته باشه، انتخابات آمریکا هست. انتخاباتی که قرار هست سرنوشت آینده این کشور رو مشخص بکنه. یکی از دو چهره سیاسی، ترامپ یا کامالا هریس، به قدرت برسن و ادامه داستان ها. بسیاری در غرب این روزها ابراز نگرانی کردن از به پیروزی رسیدن ترامپ. از بحرانی شدن اوضاع آمریکا گفتن، افزایش تنش در داخل این کشور گفتن، از اینکه نهادهای این کشور میتونن جایگاه خودشون رو اساس بدن و حرفای از این دست. گزارش های مختلفی در همین خصوص نوشته شده. یکی از این گزارش ها رو اشپیگل نوشته، اومده هشدارهایی داده، گفته که در صورت پیروزی ترامپ نظمی که ما ساختیم فرو میپاشه، فرو میریزه، از اول همه چیز شروع میشه و ما شاهد ظهور مجدد فاشیسم خواهیم بود. میخواییم بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی در جامعه اینها داره رخ میده. بعد یه چیزی بگم، حالا فارغ از این کلمات ترامپ و بایدن و اینا که داره میگه، بعضی از مواردی که میگه درباره دیگر کشورها هم میتونه صدق بکنه. یعنی کنشگری های سیاسی رو داره اسم میبره که این کنشگری های سیاسی غلط است و میتونه جامعه رو به سمت بحران ببره. در آمریکا با هم بررسی میکنیم، درباره ایران هم نمونه هایی دارد، اگر فرصت بشه با هم بررسی میکنیم، با هم مرورش خواهیم کرد. یه نکته خیلی نمیدونم بگم جالب، بگم خنده‌دار این گزارش داره، اونم اینی که اولش اومده انقدر توضیح داده، گفته بعضیا میخوان دشمنای خودشونو خراب کنن، بهشون میگن اینا فاشیسمن. بعد اومده گفته که البته ما دروغ نمیگیم، ترامپ فاشیسمه. حالا ما از اوناش نیستیم که اینجوری میگن، ولی ترامپ فاشیسمه، ما داریم این رو به طور حقیقی میگیم. با این بحثش کاری نداریم، میخوایم بریم منطقش رو مرور کنیم، بعد ببینیم که چه نکاتی دارد و چه چیزهای این بحث برای به اصطلاح خودمون اصلا در دنیای سیاست داره میتونه به ما کمک بکنه، در کشور خودمون با هم مرورش کنیم. میگه که اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نظم قدیمی که حاکم بوده از بین خواهد رفت، همه چیز در روز اول فرو می‌ریزد. ترامپ از وزارت دادگستری برای انتقام گرفتن از دشمنانش و نظامی یا میلیتاریزه کردن سیاست مهاجرتی برای جمع‌آوری 100,000 مهاجر غیرقانونی استفاده خواهد کرد. سیستم کنترل و توازن و نظام تفکیک قوای آمریکا به تدریج فرسوده شده، مهاجران حقوق خود را از دست داده و به دنبال آن فعالان مخالف بازداشت شده و تحت پیگیر قرار می‌گیرند. حالا این چرا مسئله مهمه؟ میگه اگه بخواد رفتارهای این شکلی انجام بده، باید با بعضیا برخورد بکنه. با انگیزه های مختلف، بعضیا ممکنه چون صرفا مخالف سیاسیش هستن، بعضیا با اهداف دیگه ممکنه اعتراض بکنن. میگه اگر این اعتراض ها بخواد مانعی باشه، این باید مانع رو برطرف بکنه. با چی میخوای برطرف بکنی؟ ابزار زور میخوای به کار ببری دیگه. پلیس باید ورود بکنه. میگه اگر این اتفاق ها بیفته، ترسناک اینجا هست که به مرور آمریکا اون نهادهای مهم قدرتش جایگاه خودشون رو در جامعه از دست میدهن. من قبلا یه گزارش برای شما خوندم، اون گزارش اومده و اشاره کرده و گفته بود که ترامپ از جمله سیاستمداریه که شخصیتش این شکلیه که اگر به قدرت برسه، چهره های همسو با خودش در ارتش رو بهشون اولویت میده، اونایی که همسو نیستن رو حس میکنه. از چی نگران بود؟ میگفت این رفتاری که ترامپ انجام میده که هم تیمیای خودش، رفیقای خودش، اونایی که شبیه خودشن، شبیه خودش فکر میکنن، اینا رو برمی‌داره میاره توی اون ارگان، باعث میشه که فردا یک تصمیماتی که گرفته میشه لزوما تصمیمات عقلایی و علمی نباشه. دو، ممکن میکنه که این رو ممکن میکنه که حتی اگر اینا میتونن تصمیم عقلانی بگیرن، منفعت حزبشون و منفعت ترامپ بر اولویت و منفعت آمریکا پیشی بگیره. یعنی میفهمی شاید مثلا این گزینه درست باشه، ولی این گزینه الان به نفع حزب خودته. و میگفت اینها از این بابت داره نگرانه. حالا هر چی ما به انتخابات نزدیکتر میشیم، ترس اینا از بابت پیروزی ترامپ، حالا نظرسنجی رو من اخیرا ندیدم، اگر شما دیدین حتما توی کامنت ها اشاره بکن، و اینکه میتونه همچین چیزی رخ بده، به اصطلاح خودمون جدی تر بشه. بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم. اومده یه سری نکته گفته، این خیلی برای من جالبه و عامدانه میخوام خدمت شما عرض کنم. به نقل از یک استاد فلسفه در دانشگاهی در آمریکا که این مخالف ترامپ هست و چپگرا هست، اومده ازش پرسیده گفته فاشیسم یعنی چی؟ بعد اون در پاسخ به این سوال گفته که به اصطلاح خودمون فاشیسم یعنی گروهی و تفکری که میاد ترویج میکنه
با مهاجرا مشکل داره، با چپ ها مشکل داره، با لیبرال ها مشکل داره، با اقلیت ها مشکل داره، رسانه ها و مؤسسات و زنان و گروه های این شکلی را میخواد تحت کنترل قرار بگیره. من اگر اشتباه برداشت نکنم و اگر اشتباه نفهمیده باشم و اگر به اصطلاح خودمون عامدانه نگفته باشم، احساس میکنم که این کسی که اینو گفته اومده بررسی کرده، گفته تو کمپین ترامپ چیا وجود داره که مخاطب ما و هوادار ما نسبت بهش گارد داره و من میتونم ازش بهره برداری سیاسی بکنم، به این بهانه بزنمش. آها، این 6 مورده، این 10 مورده، من اینا رو به عنوان نماد فاشیسم به مخاطبم معرفی میکنم، بعد میگم هشدار میدم به شما، فاشیسم داره میاد. مخاطب هر کجای داستان این 10 تا رو ببینه فکر کنه اون داستان به اصطلاح خودم فاشیسم دیگه. به نظر من کمپین ترامپ ورداشته اینجا نوشته. حالا باز ممکنه نه، واقعا نگاه طور دیگری باشه، دوستانی بگن نه قضاوت اگر بخوایم بکنیم میشه نیست. برجد میگه که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، او صرفاً 4 سال رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود و دوباره ناپدید نخواهد شد، بلکه میتواند قدرت را تثبیت بکند و به همین خاطر انتخابات 2024 انتخابات عادی نیست. بعد اومده یکی دو تا گروه مثال زده به عنوان کسانی که فاشیست محسوب میشن در دنیای امروز، به پوتین اشاره کرده، گفته از نظر ما پوتین هم این شکلیه و پوتین به اوکراین حمله کرده، درست همونطور که هیتلر به عنوان یک قدرت امپریالیستی به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، اما روایت پوتین از فاشیسم ویژگی های پست مدرن دارد. حالا اومده توضیح داده این شخصیت رو، میخواد بگه که این از جمله موجوداتی هست که به اصطلاح خودمون در قدرته. ترامپ هم از همین قماشه ولی در قدرت نیست و میتونه به قدرت برسه و چالش برانگیز بشه. اینجا به خاطر این داره به پوتین اشاره میکنه. این قسمت در نوع خودش مهمه، میگه اگر به قدرت برسه نتیجه آن مقاومت سازمان یافته خواهد بود، یعنی عده ای اعتراض دارن به این آدم و سکوت نمیکنن، این اعتراض ها رو به شیوه های مختلف به بهانه های مختلف نشان خواهند داد. میگه اگر بخواد با اینها به اصطلاح خودمون برخورد بکنه، جلوی این مقاومت رو بگیره، از پلیس باید استفاده بکنه، از FBI باید استفاده بکنه، حتی ممکنه مجبور شه از ارتش استفاده بکنه برای سرکوب اینها و این آرامی ها. ما یک بار در دوره ترامپ اون اتفاق عجیب و غریب و برافروخته شدن آمریکا در ماجرای مرگ جورج فلوید رو داشتیم که دیگه نیروهای مسلح اینا و زرهی های اینا ریختن توی خیابان ها به جهت اینکه مسئله رو جمعش بکنن، که بعد اخباری مطرح شد تحت این عنوان که مجبور شده بره تو زیر زمین کاخ سفید و اومدن کاخ و یادتون هست اخبار این شکلی که اون بازه زمانی منتشر میشد، بعد حصار کشیدن دور کاخ سفید. میگه احتمالاً اتفاقاتی از این جنس میفته، این مجبورش سرکوب بکنه. میگه اگر بخواد سرکوب بکنه خودش و اعتبارش مهم نیست، در این صورت نهادهای دولتی آمریکا سقوط خواهند کرد. چرا؟ دیدشون نسبت به مردم، دیدشون به اینا منفی میشه دیگه، و نهادهای مانند FBI و ارتش ممکن است توسط درگیری ها از هم بپاشن توی این درگیری ها و چیزهای از این دست. من این نکته داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، پلیس یک جامعه، ارتش یک جامعه، نهادهای از این دست، صدا و سیما، اینا چیزهایی هست که اگر کسی بتونه بهشون ضربه بزنه، اینها رو بی‌اعتبار بکنه، ما میتوانیم امید داشته باشیم که اون سیستم از هم بپاشه. حملات به ارتش در ایران، حملات به نیروهای مسلح در ایران، حملات به نیروی انتظامی در ایران، حملات به صدا و سیما در ایران، عمدتاً از سوی دشمنان وطن از این جهت داره اتفاق میفته. این یه وجه دیگر هم داره ها، افرادی در این سازمان ها، در این ارگان ها، در مثلا صدا و سیما، در کجا و کجا اینا به قدرت برسن، خودشون با حماقت خودشون اون سیستم رو، اون بخش رو، اون جایگاه رو از مرجعیت بندازن. اینم باز به همون اندازه خطر داره، یعنی همون کاری که یه نفوذی میتونه با نفوذ رفتن تو سطوح بالا انجام بده، این احمق با این کار میتونه انجام بده. چجوری این احمق با این کار میتونه انجام بده؟ تو وقتی مشروعیت بوق یه سیستم رو ازش بگیری، مشروعیت بلندگوی یه سیستم رو ازش بگیری، از محبوبیت بندازیش، از جایگاهش بندازی، این داره هشدار میده، میگه آمریکا رو با اینا جمعش میکنی، اینا فرو بپاشه، اینا بی اعتبار بشه، چجوری میخوای آمریکا رو مدیریت کنی؟ ایران هم همینه، ایران هم همینه، تو با این ابزارها میخوای کشور رو مدیریت بکنی. وقتی اینها رو، جامعه رو نسبت بهش و نسبت به اینها گارد به وجود بیاری، اون چیزی که آسیب خواهد دید کشور خواهد بود. من اینها رو دارم میگم، نظیرش هم در ایران میگم که کمی تعامل بکنی، ببینیم که آقا برای خودمون هم به عنوان شهروندان و انسانهایی در این جامعه باید تعامل ویژه‌ای به این داستانها داشته باشیم که کشور ما از این بابت آسیب نبینه. بریم ادامش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بله،
اینجا اومده اشاره کرده، گفته که معمولاً گروه‌های راست افراطی برای اینکه بتونن پیروز بشن در انتخابات به رفتارهای پوپولیستی رو میارن. همه مسائل سیاسی رو به پرسش‌های مربوط به تعلق خاطر تقلیل میدهن و مخالفان رو به عنوان یک تهدید یا حتی به عنوان دشمن نشان میدهن. یه چیزی باز من داخل پرانتز بگم، ما بعضی از گروه‌های سیاسی رو می‌بینیم آمریکا و ایران نداره، در همه جای دنیا این شکلیه. اینا کنشگریشون در سیاست چه شکلیه؟ اینا مسئله رو این شکلی میفهمن که ما رو سه تا مسئله باید مانو بدیم برای بچه های خودمون. یکیش مسئله این هست که اینا که طرف مقابلن دشمن ما هستن. آقا جناح سیاسی مقابله تا دشمنت نیست، جناح سیاسی مقابله با تفاوت نگاه مقابل متفاوت، با تفاوت نگاهی که با تو داره. وقتی تو میای این رو دشمن معرفیش میکنی، تو باعث میشی در جامعه خودت راه صحبت بسته میشه، تو باعث میشی در جامعه خودت اگر اون مسئولیت گرفت، اینی که هوادار توه آرامش نداشته باشه، اینی که هوادار توه مجبور بشه در کار اونی که پیروزه، حتی اگر رهبر این مملکت اومد فریاد زد گفت همدلی بکنید، این توییت بزنه علیهش، فریاد بزنه، بازیشو به هم بزنه، تمرکزشو بگیره. چرا؟ چون تو داری اون رو دشمن معرفی میکنی. اینا ترسشون از بابت ترامپ اینه، میگن ترامپ داره این کارو با بقیه میکنه در آمریکا. حالا اونا هم ممکنه همچین کاری با ترامپ کرده باشن، اگر کسی رصد کننده شبکه اجتماعی آمریکایی بهتر میتونه نظر بده که این فضای جامعه رو دو قطبی میکنه دیگه. چرا عمدتا میان رقیب رو دشمن معرفی میکنن؟ کسانی که رفتارهای این شکلی دارن، اگر دقت بکنید، این میترسه سرمایه اجتماعیش فرو بریزه، هوادارش برن حرفای اونم گوش بدن، حرفای اونم گوش بدن، نسبت به این مردد بشن. چیکار میکنه؟ همه رو دشمن معرفی میکنه، هر روز سعی میکنه علیهشون تولید نفرت بکنه، هر روز سعی میکنه بقیه رو بد معرفی بکنه که اینا جایی جز در خونه این نداشته باشن، همینجا کنار دست این بشینن. خودش به پیروزی میتونه برسه، خودش به قدرت میتونه برسه. تو انقدر دشمن کردی و انقدر تولید نفرت کردی علیه بقیه جریانات سیاسی، علیه جناح‌های متفاوت، علیه کسانی که با تو کمی اختلاف نظر دارن، اینها سخت به تو نزدیک میشن، بدنه هواداره اینا هم سخت به تو نزدیک میشه. پس تو یک شبکه‌ای داری، یه جماعتی هم دور خودت داری، از بقیه هم دشمن ساختی. اینها در جامعه هر کسی به قدرت برسه چالش براش درست میکنه، چه دشمنه؟ چون از نظر اینا نفوذیه، چون از نظر اینا مزدور طرف مقابله، مزدور دشمن بیگانه است. هیچ همکاری نمیکنن، کارشکنی به خرج میدن، خودشون هم آرامش نخواهند داشت. تو هم البته هیچ موقع به قدرت نمیتونی با این روند برسی. اینم حالا تو این گزارش همینو میگه، میگه پوپولیستا و گروهای افراطی این شکلی که طرف مقابل رو دشمن یا تهدید به هوادار معرفی میکنن، معمولا بر اساس سوء تفاهم پیروز میشن. حالا میخواد توضیح بده، بگه ما باید سعی بکنیم مدیریت بکنیم ماجرا رو که ترامپ این شکلی پیروز نشه. بعد میگه برای مواجهه با اینها معمولا دو تا راهکار پیشنهاد میشه در جوامع. یه راهکار اینه که با اینا کلا حرف نزنید، با اینا و هوادارانشون حرف بذارید، برن تو همین مسئله خودشون به فنا برن. میگه این درست نیست، به خاطر اینکه ما اگر با اینها حرف نزنیم، اینا یواش یواش تو این مسیر منحرف خودشون بدتر پیش میرن. بعد میگه یه راهکار دیگه هم این هست که میگن اصلا کلا ول کنیم، بذاریم اینا برن جلو هر غلطی میخوان بکنن. میگه اینم راهکار نیست، به خاطر اینکه اینجوری مملکت به فنا میره. میگه گزینه بهتر این هست که ما بتونیم به اینها توضیح بدیم که اگر تغییر رفتاری داشته باشن، میتوانن بخشی از یک چشمانداز سیاسی در داخل مملکت باشن. حالا ترامپو داره به شکل واضح‌تری در این خصوص مثال میزنه، میگه باید به ترامپ و گروه‌های از این دست این موضوع یادآوری بشه. بعد در نهایت رسیده به اینجا، بله اجازه بدید من بخشو ببینم چون گزارش مفصله، من میخوام بخشای خاصش رو برای شما بخونم که وقتمون الکی با بخش دیگه نره. حالا اینکه رو مسئله نجات پرستی اگر ترامپ پیروز بشه این مسئله تقویت میشه، اینکه حس طرف مقابل به اینکه آقا من دیده نمیشه، من مورد توجه قرار نمیگیرم، من داره بهم ظلم میشه، اینا بیشتر میشه. بعد اومده در نهایت رسیده به اینجا، گفته جهان لحظه‌ای همراه با سرگیجه را تجربه میکند، اصل شبیه ترس از ارتفاع، سرگیجه در پرتگاه و ترس از فرو رفتن در اعماق. میل پوپولیستای دست راستی برای پایان دادن به همه چیز وجود دارد. اکثر پوپولیستا حتی باور ندارند که هرگز قدرت را کسب کنند. آنها عقلا به طور تصادفی به قدرت میرسن. فاشیسم در قرن 20 ریشه در ترس از دیگری که شرور بود داشته، مثل مثلا کمونیست ها، یهودی ها و امثال اینها.
و میگه در قرن کنونی ترس از به اصطلاح خودمون چیز دیگری داره. حالا اون چیز دیگر چیه؟ یه مثال زده که را بندازه. منم چون به اسمش اشاره نمی کنم، چون با تعریف کردنش فکر می کنم بهتر بتونم توضیح بدم. میگه شما در ایام کرونا از ویروس کرونا می ترسیدی، درسته؟ ویروس کرونا رو می دیدی؟ نه، شما ویروس کرونا رو نمی دیدی، ولی می دونستی هم وجود داره. از چیزی که نمی دیدیش می ترسیدی، از چیزی که نمیدیدی میترسیدی. میگه به نوعی اون ترسی که این گروه های این شکلی برای به قدرت رسیدن به وجود میارن این شکلی. دشمن تعریف میکنن شما از چیزی که وجود نداره، کاذبه، داستان کاذبه، از چیزی که وجود نداره میترسی، تا آخر باش دشمنی میکنی، لجاجت میکنی، کمک نمیکنی مشکلای کشور حل بشه. اگر دیدی یه جای داره کار خوبی میکنه همراه باش نمیشی. مثال ایران حالا میزنم، رهبرت هم بیاد فریاد بزنه بگی آقا این کمک کنید به این آدم، به این آدم، به پزشکیانی که الان مثلا به قدرت رسیده، که تو کتت نمیره. چرا؟ چون برای تو دشمن ساختن، چیزی از این دست ساختن. من آمریکا رو مثال زدم، دوستشم آخرشم یه مثال کوچیکی و اشاره کوچیکی به ایران بکنم که بدونیم هر کجایی ما اگر میبینیم یک مدلی، یک الگویی میتواند برای کسانی چالش برانگیز باشد، خودمون هم اینجا مرورش بکنیم و سعی کنیم ازش درس بگیریم و نسبت بهش به اصطلاح خودمون تعاملی داشته باشیم. طولانی ترش نمی کنم. خلاصه چیزی که این گزارش اومده توضیح داده این هست: با این دست فرمون اگر بریم جلو و جناح مقابل پیروز نشه، ترامپ پیروز بشود، چالش های بسیاری برای آمریکا و غرب خواهد داشت. همین الان یه سری وطن فروشه ما نشسته میگه آخ شو این بیاد با کشور ما تنش ها رو جدی میکنه، خودشون هم دچار چالش های خواهند شد. غرب و آمریکایی‌ها الان بیشتر از هر کسی نگران هستن، بیشتر از شرقی ها و کشورهای مثلا در مقابل آمریکا نگران هستن که این به قدرت برسه یا به فناشون میده یا نه. حالا باید صبر کنیم ببینیم که برای این گزینه اینا چه راهکارهایی میخوان تا روز انتخابات داشته باشن. طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای ما بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.